الحمد لله ونسلم على نبيه الكريم الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سوف سال اندر 662 بود. بلبلی زنجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. چشم بند آن جهان حلق و دهان، این دهان بربند تا بینی عیان. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، ای دهان تو خود دهانه دوزخی، وی جهان تو بر مثال برزخی. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. چون در او گام میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. ابیات مقدماتی دفتر دوم مثنوی است که چند بیت در جلسه گذشته مورد شرح و تفسیر قرار گرفت. ابیات مولانا بیش از متون دیگر احتیاج به شرح پهناور داره، احتیاج به ترجمه پهناور داره، چرا که مولانا امروز یک شخصیت جهانی است. مثنوی او سخنان برون اقلیمی، فرازمانی، سخنان فرامرزی داره. این مثنوی در یک چنین تعریفی شرح گسترده تر، تفسیر پهناورتری را خواهد داشت. که این ابیات با چنین نگرشی مورد شرح و تفسیر قرار خواهد گرفت. یعنی ما مولانا رو از حدود 740 اندی سال پیش میخواهیم بیاریم در زمان خودمون، در عصر کنونی این مولانا با ما حرف بزنه. تفسیر یعنی این. بعضی هرمنوتیست ها بر این عقیده هستند که متن گشایی و تفسیر پهناور یا نگاه هرمنوتیک به متن یک نوع روانشناسی است. چون ما در بعضی از نکته هایی که در متن 700 سال پیش پیدا می شود، نه متن 700 سال پیش، شاید متن دو روز پیش، یک دهه پیش، متنی که اصلا مال یک کس دیگه است، مال ما نیست، وقتی که میخوایم سخن او را برای خودمون و محیط خودمون باز بکنیم، منظور او و نیت او از این کلام چیست، این رو نمیفهمیم. او وقتی این حرف را زده، همون حرفی است که منظور ماست یا حرف دیگری زده. ما نیت آفریننده این متن رو نمیشناسیم. آنجایی که ما نیت مؤلف و صاحب اثر رو نمیشناسیم، تأویل میکنیم. یعنی
خودمون مثل این که میشینیم جای اون صاحب اثر، جای اون مؤلف مینشینیم، گویی این متن مال ماست، حرف خودمون رو داریم باز میکنیم. بعضی بر این عقیده هستن که در اینجا انسان یک نگاه روانشناسانه میکنه. نگاه روانشناسانه این است که ما فرافکنی میکنیم به خیال، اندیشه، تفکر صاحب اثری که شاید مثلا صدها سال از مرگ او گذشته است. میخوایم ببینیم که اگر مولانا امروز در این شرایط بود از این نیتش چه برمیاد، چه حرفی میزد. ما همون حرفی که مولانا بعد از 700 سال میتونست بزنه، این رو از متنش باید استخراج بکنیم. بعضی هم معتقدن تفسیر یعنی این، یعنی فرافکنی به نیت صاحب اثر به منظور روزآمد کردن سخن او. چون از نظر زمانی ما با مولانا فاصله زیادی داریم، باید این زمان رو طی کنیم، مولانا رو بیاریم اینجا. زمانی میتونیم مولانا رو احضار بکنیم که به نیت مولانا از طریق روانشناسی فرافکنی بکنیم، راه پیدا بکنیم. یعنی احساس بکنیم که از چه روانی و از چه روحی و از چه احساسی این واژه ها برآمده. اون احساس رو شناسایی بکنیم. وقتی احساس مولانا در یک نگرش روانشناسانه برای ما مشهود افتاد، بعد بیاییم همون مولانا با این روح و روان را در عصر کنونی با امکانهای جدید و شرطهای جدید به تجلی بیاریم که حرف خودش رو الان بزنه. یعنی این زمان رو طی بکنه. اون زمان یک عده امکانات محدود کلامی در اختیار اونها بود. شما امروز زبان بسیار قوی دارید، زبان قوی شما رو پدیده های صنعتی، تمدن، تکنولوژی، بسیاری از این مسائل تأمین میکنه. یعنی هر وقت شما امروز میخواید متن مثلا 1000 سال پیش رو مطالعه بکنید، باید 1000 سال رشد کرده باشید با این رشید بودنتون این متن رو بازخوانی بکنید. میگن از طریق روانشناسی ما شخصیت اون شخص صاحب اثر رو به دست میاریم، بعد او را در زمان متجلی میکنیم. از این روان در امکانات کنونی، در شرایط کنونی، در چندین قیدی که زمان ما داره و چندین انبساطی که زمان ما داره، با آن روان و روح شخصیت که یک ادعا ساری هم داریم، با این شیوه بیان از او چه برمیاد، او را اینچنین معرفی میکنیم. وقتی یک صاحب اثر را ما اینطور معرفی کردیم، گویی خودمون به عنوان شناسنده، به عنوان کسی که شخصیت و روان و حیثیت او را شناخته ایم، گویی خود ما جای او می نشینیم، خود ما می شیم او. او را که ما احضار می کنیم، خود ما او می شیم و حرفهای خودمون رو در حدیث دیگران میاریم، سخن دل خودمون رو در متن دیگران تعبیه می کنیم. به نام مولانا حرف خودمون رو می زنیم، به نام قرآن حرف خودمون رو می زنیم، به نام متن سالف و گذشته سخنان اکنون خودمون رو تقریر می کنیم. این نگاه، نگاه هرمنوتیکی جدیدی است، یعنی با نگاه نوین یا یک تأویل گرایی نوین متن رو میگشاییم که هرمنوتیست ها میگن مرگ مؤلف. یعنی شما هر متنی رو پیدا میکنید میخونید، کاری نداشته باشید او چی میخواسته، ببینید که متن چی میپذیره. هرگاه نگاه کردید و ببینید که متن چی میپذیره، از متن شخصیت طرف به دست میاد، روان اون شخصیتی که متن را آفریده در متن تراوش میکنه. برای همین از من معتقدم که مولانا در قونیه نیست، مولانا در مثنویه. مولانا روان زندهش که ما میتونیم با احساسات مولانا ارتباط پیدا بکنیم در ابیات مثنوی است. در خاک و در و دیوار مولانا را نمیتوان مدفون ساخت. او یک حقیقت متصری و جاری و نامیراست.
بعد خیلی مهمه که مولانا خودش حرف زنده بیان میکنه، به جای اینکه بگه پیامبر ما چنین گفت، پیامبران سلف هر کدام چه گفتند، دیگران چه گفتند، حرف زنده میزنه. من تاریخ مندانه همونطور که پیشتر گفتم به مثنوی نگاه نمیکنم، که واقعا مولانا و حسام الدین چلبی در بین دو ستون که مولانا میرفته و برمیگشته این شعرها را میسروده و حسام الدین اینها را تقریر میکرده، یا اصلا این یک تفکر در حقیقت احمد افلاکیه، من کاری با این ندارم و خودم هم بر این باور نیستم که مولانا بین دو ستون میرفته و میومده و میخونده و اونم تقریر میکرده. یعنی باور شخصی من این نیست. مولانا را تاریخ مندانه نگاه نمیکنم. اگر این ابیات را مولانا بیان کرده، ابیات را زنده بیان کرده، حرف زنده، یعنی حرف گذشتگان را زنده کرده. یه آدم زندهی داره حرف میزنه و نمیخواد بگه که ای انسان زنده بیا داستان پیغمبران را برات بگم. نمیگه یک به انسانی که حاضر مخاطب زنده است بگه که بیا برات داستان اسطوره های گذشتگان را تعریف کنم. میخواد حرف الان را بزنه براش، گویی این که الان وقت نهاره به شما بگن که برای ما نهار بیارید، وقت سرماست میگید که اینجا رو برای ما گرم کنید، وقت گرماست، این درست حرف الان که الان به درد میخوره، یک چنین حرف زنده با انسان زنده مولانا به تقریر میکشه. این خیلی مهمه. اما با اندوخته هایی که پیشینیان دارن، ثبت و ضبطی که پیشینیان دارن، ما اگر بخوایم در آثار دیگران حرف خودمون رو بزنیم، اون آثار رو باید از جای خودشون بلغزونیم. هرگاه یک اثر رو از بن و ریشه خودش لغزوندیم تا منظور خودمون رو بیان بکنیم، این نوعی ترجمه است. این ترجمه ترجمه پهناوره، ترجمه پهناور آن ترجمه است که رابطه زمانی، مکانی، زبانی، بسیاری از روابطی که وجود داره، همه اینها مورد لحاظ قرار گرفته باشه. متنی که شما الان میخونید باید بدونید که در یک محیط ترک نشین این متن تقریر شده و به زبان فارسی تقریر شده، در یک محیطی که صاحب این زبان غریب است، صاحب این زبان با مردم به زبان فارسی نمیتونه حرف بزنه جز با ایده قلیل، با کلان مردم در داد و ستت ها نمیتونه فارسی حرف بزنه. حتما وقتی میره بقالی، میره نمیدونم برای رفع حاجات معیشتی خود، باید با زبان همون منطقه آشنایی داشته باشه. اینجا زبان مادری معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. شما الان معنای حقیقی و مؤثر و زنده زبان مادریتون اینجا درک نمیکنید. اگر برید در یک کشوری که زبان شما رو دیگران نمیفهمن، شما مجبورید عدول کنید به زبان اونها، با یک زبان دومی که باهاش خیلی معنوس نیستید حرف بزنید. آنجایی که غریبید، هم در گفتار غریبید هم در رفتار غریبید، رابطه های شما با دیگران رابطه های کاملا دوریست، هم دیگر رو درک نمی کنید. ما خیلی وقت با هم حرف می زنیم، هم دیگر رو در حرف زدن درک نمی کنید. من امروز یک مثالی زدم، گفتم که موریس میترلینگ تحقیق کرده بود در یک تیمارستان، دو دیوانه دیده بود که با هم خیلی گرم صحبت میکنن،